سلام، درس 46 رو شروع میکنیم با عنوان Personal Finance Making Ends Meet. Personal Finance به اون مسائل مالی شخصی میگن دیگه، اون مدیریت مسائل شخصی، و این EDM رو هم بهش میرسیم که به چه معنیه. بخش اول Cash, Checks and Cards، پول نقد، چک و کارت ها. I was broke و یا I was skint at the end of last month، یعنی بی پول بی پول دیگه، لخت در واقع، یک قرون پولم نداشتم، یه همچین حالتی. دقت کنید که این skint خیلی کلمه اینفورمالیه، از broke اینفورمال تر، هر دوتاش که اینفورمال، و این یکی بیشتر در انگلیسی بریتیش استفاده میشه، skint. مورد بعدی، I'm rolling in it this month. I got a payment of £3,000 for some work I did. I'm rolling in it. تو پول غرقم، به قول او یارو. به این حالت. It's sometimes difficult to make ends meet with three children and only one parent working. Make ends meet. این عبارت جالبی. ببینید. ته ماه با ته حقوق. یه جوری هماهنگ کنید این دوتا ته رو هم بیفتن. یه make ends meet. یعنی سر و ته ماه به هم رسوندن. حالا ما تو فارسی میگیم، میگه کار سختیه. مورد بعدی، things are a bit tight at the moment، یعنی یه ذره شرایط بده دیگه، شرایط وخیمه، سخته، منظور به لحاظ مالی. این به لحاظ مالی هم بگم، این شاید تو این درس نباشه یا اگه باشم یادم نمیاد. ببینید money wise، این کلمه wise که انتها میذاریم میشه به لحاظ فلان. خب هر چیزی رو یه wise بذارید میشه به اون لحاظ money wise، مثلا، یا مثلا چه میدونم education wise، از لحاظ آموزشی منظورمه، و به این ترتیب. مورد بعدی، I was strapped for cash and had to borrow money from my parents، یعنی لنگ پول بودم. I was strapped for cash، لنگ پول بودن، اینجوری میگیم. She gave me a check for what she owed me but it bounced. Bounced اون چیزیه که ما میگیم برگش خورد، یعنی یه چک داد به من بابت بدهکاریش ولی چکه برگش خورد. It bounced. به این حالت. Who shall I make this check out to؟ و یا Who shall I make this check payable to؟ این همونیه که ما تو فارسی میگیم در وجه کی بنویسم. Who shall I make this check out to؟ و یا Who shall I make this check payable to؟ یعنی اسم کی بنویسم اونجا، کی میگیره، در وجه کی. مورد بعدی، The easiest way to pay your household bills is by direct debit or by electronic transfer. خب direct debit که یک در واقع پرداخت مستقیمه دیگه، همین کاری که همیشه انجام میدیم، یا اوتوماتیک، پرداخت اوتوماتیک، مثلا توی اپلیکیشن جایی چیزی مشخص میکنی و اون پرداخت میکنه، پرداخت مستقیم، حالا یا خودتون انجام میدید یا اوتوماتیک. مورد بعدی، الکترونیک ترانسفر هم که مشخصه دیگه، الکترونیک، ببخشید تلفظش اینه، خب که پرداخت بین بانکیه دیگه، از این بانک میزنید به اون بانک، تمام میشه، مثلا همون کارت به کارت یا انواع روش های دیگه. مورد بعدی، shall we put this meal on my credit card و یا shall we stick then we can forget it، میشه اینو بزنیم به کارت اعتباریم، به این معنی، یعنی با اون پرداخت کنیم، بزنیم رو اون. خب که حالا این دنیای کارت اعتباری هم خودش دنیایی است، برای اینکه خب تو ایران که نداریم اگه اشتباه نکنم، حداقل من ندیدم بانکی همچین خدماتی بده، و اینجوریه که یه وقتایی، حالا این جمله که میبینید یه حالت شوخی داره، میگه then we can forget it، منظور این که آدم یه وقتایی پول نداره، با کردیت کارت میخره، بعدم یادش میره، بعدها البته میاد سراغش، باید این پول برگرد. مورد بعدی، could you charge it to my credit card please، could you charge it، این اینه همینه، یعنی این حسابی که دارم میتونید تو کردیت کارت هم بزنید، با اون بزنید، با کردیت کارت قبول میکنید، یه همچین حالتی.
The APR for this credit card is 23%, which is 2% lower than my other car. خب APR ببینید مخففش اینجا نوشته annual سالیانه percentage درصد rate نرخ نرخ بهره سالیانه رو میگن. خب که حالا کردیت کارت همونجوری که گفتم تو ایران نداریم، ولی اینجوری که شما پرداخت میکنید یک سقف بودجه ای دارید، مثلا حسابتون رو با هر چقدر که باز کرده باشید اولش یه سقفی بهتون میده، حالا بستگی به بانک هم دارید، مثلا شما این ماه که میخرید تا آخر ماه دیگه مهلت دارید اینو پرداخت کنید، تا اون موقع مثلا بهره ای روش نمیاد، از اونجا به بعد جریمه هم میخوره. میگم اینا تعرفه های مختلف بانکی که هر بانکی فرق میکنه، ولی اینا یک درصدایی هم دارن دیگه، بالاخره گربه که محض رضای خدا موش نمیگیره، یه درصدایی میگیرن و از این در واقع مقروض بودن کاربرشون استفاده میکنن. در واقع بیزینس اصلی بانک ها همینه که سعی کنن انسان ها رو مقروض نگه دارن، حتی نه به اون حالت منفیش، ولی خب اینجوریه دیگه، آدم ها خودشون رو تو اون شرایط میندازن خیلی وقتا، چون سر در نمیارن از این سیستم توی اون قضیه گرفتار میشن. My card expires in May of 2019 و یا the expiry date is May 2019. این در واقع خب یکیش مشخصه دیگه، یکیش ساله یکیش هم ماهه، ماه پنجم خب میشه می و اونم اون طرفش هم ساله که حالا کتاب بیزاره قدیمیه برای 2019 افتاده، به این حالت باطل میشه یا تاریخ چی بیش میگیم تاریخش یادم رفت فارسیش تاریخ ابطالش یه چیز دیگه میگیم و الان اون کلمه تو ذهنم نمیاد. خلاصه حالا credit card fraud has increased in recent years. credit card fraud کلاهبرداری هایی که با به وسیله کارت اعتباری انجام میشه به این حالت. مورد بعدی یه مکالمه است بین این دو نفر. Is this a credit card or a debit card? کارت اعتباری، کارت نقدی. این چیزی کارتایی که معمولا در ایران هست کارت نقدیه، یا هر چقدر پول توش داری میتونی استفاده کنی. چی میگه؟ Actually it's a store card. It's a store card همین کارتایی هستن که در واقع یه فروشگاهی میده، مثلا چه من فروشگاهت حالا اسمش هم نمیدونم، مثلا چه من فروشگاهت کوروش یه کارتی میده، مثلا شما میتونید تا سقف مثلا 4 میلیون برید ازش خرید کنید، اون نمیشه استور کارت. مورد بعدی I went to withdraw some money. withdraw برداشته. یک تمرین خوبی که میتونید بکنید اینه که برید پای ATM رو بذارید رو انگلیسی، همه اینا رو چک کنید، این کلمات رو میبینید. I went to withdraw some money، رفتم که پول بردارم، و یا get some money out، اینم باز همونه، یه ذره پول بکشم بیرون. But I forgot my pin. پینم یادم رفت and the ATM که همون ATM swallowed my card after 3 wrong attempts. سه بار که اشتباه زدم کارتم خورد. swallowed قورت داد، حالا اینا تو انگلیسی میگن. به این حالت. اینا رو هم مخففش براتون نوشته دیگه. پین میشه personal identification number و ATM میشه automated teller machine. که اینا رو بیشتر یاد بگیرید. کش مشین و یا کش پوینت هم بهش میگن. بعد سلکتش کرد. به این حالت. A lot of people don't like using contactless cards. Contactless cards کارتایی که نمیکشی، همینجوری میگیری روی اون قضیه قضیه میگم اون حالا پوز یا هر چیزی که اسمشو بذاریم، میگیریش روی اون، ارتباطی برقرار نمیشه، یه لحظه در واقع اتصالی برقرار نمیشه، میگیری نزدیکش و مثل کارتای مترو دیدید، حالا کارت مترو هم باید بچسبونی البته، ولی اینو با فاصله که میگیری انجام میشه، و یا حتی میتونید روی گوشی داشته باشی، یعنی با گوشی میزنید پرداخت میکنید. Because they think they are more vulnerable to fraud. که خب بله بیشتر خیلی آسیب پذیرترن نسبت به کلاهبرداری های مختلف، ولی خب حالا بلد باشه گول نمیخوره. They prefer to use their phones to make contactless payments. با گوشیتون هم میتونید همین کار رو بکنید، که خب اون بهتره، مثلا تو گوشی ممکنه ازتون اثر انگشت بخواد یا پین بخواد، که این خیلی امن‌تره به نسبت. اما بخش دوم savings، پسنداز، pensions اون در واقع مقرری ماهانه است که دیگه مثلا طرف از دولت میگیره، بازنشستگی و این حرفا و باقی موارد. خب
Victims of last year's rail crash will receive lump sum compensation payments following a high court decision today. Lump sum منظور به یه پول قلمبه میگن. یه پول هنگفت یک نمرتبه ای. A golden handshake of £10 million was paid to the boss of one of Britain's biggest companies today. A golden handshake منظور یک پول خیلی زیادیه که به یه نفر میدن موقع خدافزی، یعنی طرف داره اون شغل رو ترک میکنه، یه پولی بهش میدن. فکر کنم بهش مثلا سنواتی همچین چیزی تو فارسی میگن، ولی خب این خیلی فرق میکنه دیگه با اون فرهنگ کار در ایران، ولی حالا ما معادلای نسبیشو میگیریم. This was in addition to an annual bonus of £2 million. بونس در واقع اون پاداش اضافیه، پاداش سالیانه است که میگه 2 میلیون پوند هم تازه روش اینو گرفته. مورد بعدی، people with well-managed share portfolios have done better on the stock market than individuals who buy stocks and shares privately. Share portfolios، اول خود پورتفولیو رو بگیم، تو فارسی بهش میگن پورتفو، اون سبد سهامتونه. Share portfolios اشاره به در واقع یک سبد متنوع داره، یعنی از چیزهای مختلفی، ترکیبی از سرمایه گذاری های مختلف در سبد آدم داشته باشه، در سبد سرمایه گذاری داشته باشه. میگه بهتر عمل کردن تو کجا؟ توی stock market. Stock market یعنی بازار بورس. از کی؟ از چه کسایی بهتر عمل کردن؟ در individuals who buy stocks and shares privately، کسایی که رفتن سهامو از جای مختلف خریدن، یعنی سهام یک شرکتی رو مثلا خریده که حالا سود بکنه. یه اونایی که سبد خیلی متنوع تری داشتن به نسبت اینها سود بهتری کردن. The thieves stole Mr. and Mrs. Batterson. Batterson's life savings. Life savings یعنی اون در واقع کل پسنداز زندگی اینا، چیزی که آدم تمام پسنداز زندگی چیه، به اون میگیم life savings. Which they kept under the bed in a metal box. زیر تختشون قایم کرد. Johan Carslow left only a very small sum to his family in his will. در وصیت‌نامه‌اش will. It was hardly enough to cover the cost of his funeral. Cover پوشش دادن، میگه انقدی پولی که گذاشته بود کم بود که خرج مراسم کفن و دفنش هم در نیامد به اون. مورد بعدی، Ms. Rafstad had borrowed heavily to finance the building of a new house and found herself deeply in debt, which led her to commit the robbery. Borrowed heavily به سنگ، یعنی قرض سنگینی کرد، پول قلمبه‌ای قرض گرفت، پول زیادی قرض گرفته بود و در نهایت هم مجبور شده بره سرقت، to commit the robbery. به این حالت. خب عبارتهای جالبی داره. personal savings هم مسئله ترندیه در دنیا، خیلی ها در موردش صحبت میکنن، احتمال زیاد برای شما هم نیاز میشه که در موردش صحبت کنید. این عبارت ها رو یاد بگیرید، تمرین در صفحه بعد رو فراموش نکنید. و کانتکت‌لس هم اینه ها، یستی الان یادم افتاد، این همچین حالتی گوشیتون رو میگیرید جلوش یه صدای بیپی میده، یعنی پرداخت انجام شد. بله این تمرین ها رو انجام بدید، سوالی هم اگه براتون مطرح شد، یعنی براتون باقی مون مطرح کنید. تا جلسه بعد.